از واقعیت‌های پخش نشده سریال جومونگ خبر دارین؟ میدونید بازیگران سریال جومونگ الان بعد از چند سال کجا هستن و دارن چی کار میکنن؟ میدونین شخصیت واقعی جومونگ چی بوده؟ سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. طبق قولی که داده بودم و به بهانه بازپخش سریال محبوب و دوست داشتنی جومونگ، امروز میخوام واقعیت هایی رو در مورد جومونگ بگم که مطمئنم اونا رو نشنیده باشین. این ویدیو یه قسمت دوم هم داره که خیلی جالب و جذابه. دوست دارم با لایک و کامنتاتون ویدیو رو بترکونین تا قسمت دومش رو هم براتون بذارم. ولی بیاین قبول کنیم هر چقدر هم که تکراری باشه، سریال جومونگ یکی از محبوب ترین و پربازدید ترین سریال های تاریخی کره در سرتاسر دنیا هست. میدونستین که امپراتور گوما خیلی قبلتر از هموسو به یوها علاقمند شده بود؟ پدر امپراتور گوما یک جشن گرفته بود که بانو یوها که دختر رئیس قبیله هابک بود جز مهمونان اون مراسم بوده. گوما اونجا یه دل نصد دل عاشق یوها میشه و تصمیم میگیره که عشقش رو بهش ابراز کنه. ولی وقتی که میره با یوها صحبت کنه، متوجه میشه که یوها و هموسو به همدیگه علاقمند شدن و قراره که با همدیگه ازدواج کنن. گوما شکست عشقی میخوره و برمیگرده و میگه اگر هر شخص دیگری بود به خاطر یوها باهاش میجنگیدم، اما کسی که یوها عاشقش شده هموسو برادر قسم خورده منه و برای همین نمیتونم این کار رو بکنم. حالا فکر کنین گوما داره به کی اینا رو میگه؟ به یومیول بانوی اعظم، که یومیول خودش عاشق گوما بوده ولی چون پیشگو بوده و طبق قانون اونا نمیتونستن ازدواج کنن، همیشه عشقش رو مخفی کرده. سالها بعد قبل از مرگش به گوما عشقش رو اعتراف میکنه و میگه که همیشه عاشق اون بوده. گوما به خاطر حسادتش به هموسو چندان هم راضی نبوده که هموسو نجات پیدا کنه. برای همین حتی زمانی که فهمید پسراش هموسو رو کشتن، اونا رو تنبیه نکرد. حتی میشه گفت خوشحالم شده بود، چرا که یوها اینطوری برای همیشه کنار خودش میموند. واقعیت بعدی در مورد جومونگه. جومونگ قبلا شخصیتی بسیار خوشگذران داشته و همیشه مشغول خوشگذرانی و خوردن و خوابیدن بوده. حتی مخفیانه میرفته محل اقامت ندیمه ها و یواشکی اونا رو دید میزده. حتی بویونگ هم به خاطر جومونگ از قصر اخراج شد. زمانی که توی قصر مراسم داشتن، جومونگ مست میشه و پیش بویونگ میره و اونو به انبار قصر میبره. درست همون موقع یونگ پو به چند نفر دستور میده که در قفل کنن تا اینا نتونن در بیان. بعد هم عمدن اونو رو دستگیر میکنن و این موجب اخراج بویونگ از قصر میشه. البته تو کتابهای تاریخی نوشتن که جومونگ عاشق بویونگ شده بود و حتی بعدها که سوسانو وارد ماجرا شد به بویونگ حسادت میکرد. واقعیت بعدی در مورد اوته هست. طبق منابع تاریخی کره، اوته با تسو و یونگ پو نسبت فامیلی هم داشته. پدر امپراتور گوما یعنی امپراتور هیبورو دختری هم داشته که اون فرزندی به نام اوته داشته. یعنی در اصل اوته خواهرزاده امپراتور گوما و پسرعمه تسو و یونگ پو بوده. البته در مورد اینکه چرا بعداً به خدمت ارباب یونتابال در اومده چیزی ننوشتن. حتما یادتون هست که یوها وقتی که از دست خوشگذرانی های جومونگ خسته شده بود، اونو پیش موسون میفرسته تا مهارت رزمی یاد بگیره. اما موضوع اینه که موسون و مودونگ خواهر و برادر نبودن، بلکه اونا عاشق همدیگه بودن، ولی به دلیل اینکه ازدواج ندیمه ها ممنوع بود، اونا عشقشون رو از بقیه مخفی کرده بودن. حتی سالها بعد وقتی که مودونگ به کوکوریو میره، موکول که یکی از افسران گوگوریو بود بهش بسیار علاقه‌مند میشه و چندین بار هم ازش خواستگاری میکنه. اما مودونگ به خاطر علاقه و تعهد قلبی که به موسونگ داشته اونو رد میکنه. واقعیت بعدی در مورد جومونگ خیلی جالبه.
وقتی که سویا و یوری بعد از سالها پیداشون میشه و پسر سوسانو تصمیم میگیره که جومونگ رو بکشه، سوسانو تصمیم میگیره که گوگوری رو برای همیشه ترک کنه و به سرزمین‌های جنوب بره. با توجه به اینکه قسمت بزرگی از گوگوری و کره الان هست، سرزمینی که سوسانو و پسرانش اونو برپا میکنن همون کره جنوبی فعلی هست. سرزمینی که جومونگ به پسرش یوری داره هم همین کره شمالی هست. البته در کتاب های تاریخی کره چندین بار نوشته شده که یوری به اندازه پدرش جومونگ قوی و قدرتمند نبوده. دوستان عزیزم، ویدیوی بعدی ما در مورد جومونگ خیلی خیلی جالب هست. در مورد ادامه همین واقعیت های جومونگه و همچنین سرنوشت بازیگران جومونگ بعد از سریال و سریال های مشترک که با هم دیگه بازی کردن که مطمئنم ازش خوشتون میاد. لطفا با لایک ها و کامنت هاتون به هم کلی انرژی بدین تا قسمت بعدی ویدیو رو هم براتون بذارم. همچنین برای دیدن جدیدترین اخبار از سلبریتی های جهان و حواشی اونها ما رو سابسکرایب کنید و هر شب ساعت 8 منتظر ویدیوی جدید ما باشین. تا فردا شب ساعت 8 بدرود.